سلام سلام بچه ها، چطوری؟ دفعه قبل یادتونه کی اومد؟ یه خرگوش بود. امروز به نظرتون چه دوستی رو میبینیم؟ من اداشو در میارم، حدس بزنید چیه؟ ها؟ میو میو میو. بله، یه گربه است. پس بیاین همین الان سفرمون رو شروع کنیم. خرگوشه به دوتا بچه گفت: به جز من دوستای دیگه هم اینجا هستن، شما رو معرفی میکنم، بیاین اینجا. وقتی که خرگوشه گربه رو صدا زد، گربه دوون دوون اومد. گربه گفت: از دیدنتون خوشحالم، از دور دیدم داریم با شادی بازی میکنین، ما فرق میکنیم و صداهامون و نوع پرشمون فرق میکنه، ولی من از اینکه همه که با هم میتونیم دوست باشیم خیلی خوشحالم. آره بچه ها. بعدش دختر جواب داد: درسته، همه ما با هم فرق داریم ولی میتونیم با هم دوست باشیم. آره، امروز بعد از خرگوش میو گربه ظاهر شد. بچه ها بیاین یه گربه بکشین. خوبه؟ اول صورت گربه رو بکشین. میخوام اونو داخل دایره بکشم. گوش ها رو هم داخل مثلث بکشین. به صورت دایره ای ادامه بدین. داخل گوش ها رو هم بکشین. حالت چهره رو میخوام طراحی کنم بچه ها. به سمت بالا بکشین و بعد پایین بیاین. داخلش رو دوباره میکشم. خب من میخوام اول اینجا چشماشو رنگ کنم. بینی رو توی مثلث میکشم. زیر بینیم خطای دایره‌ای اینجوری میکشم. اینجوری بچه ها. این لبای خندون بکشیم براش. خب بعدش طرحی رو اینجوری میخوام روی صورتش بکشم. اینجوری. خب حالا میخوام اول طرحا رو رنگ کنم. طرح‌ها رو رنگ می‌کنم. خب حالا می‌خوام بدنش رو بکشم. بدنم اینجوری به شکل دایره است. حالا بذارین دایره‌ای با کناره‌های بزرگ بکشیم. حالا دو تا پا داخل دایره‌های بلند اینجوری. پاهای عقبم مثل دوتا دایره بلند بکشیم. اینجوری. شما میتونید شکل پا رو بهش بدید با این خطا. خب حالا میخوام دومش رو بکشم. گربه ها با دمای بلند مشخص میشن بچه ها. اینجوری بهش شکل موجی میدم و سعی میکنم که نقاشیش کنم. خوب شد. خب بیاین طرح بدن گربه رو نمایش بدیم. روی دومم تر میکشم به صورت موجی شکل. شما میتونین هر طور که دلتون خواست طرح روی بدن گربه رو بکشین. خب طرحهای قهوه‌ای رو اینجوری رنگامیزی میکنم. طرح‌ها رو همه رو رنگ کنیم بچه ها. حتی طرح‌هایی که روی دم گربه هست. اگه بخواید میتونین طرح‌ها رو بیشتر تو وسط هم بذاریم. اوه.
اینجا مثلا. خوبه. من اینجوری میکشم طرحهای قهوه‌ای رو. خب توی گوششم قهوه‌ای کنیم. خب حالا میخوام سعی کنم صورت و گوشها رو با این رنگ رنگ کنم اینجوری. فکر کنم گربه از اینکه صورتش داره اینجوری رنگ میشه خیلی خوشحاله. بچه ها نگاه کنین داره میخنده. گوشش هم رنگ میکنم. بدنش هم رنگ کنین. سعی کنین اون رنگی رو که دوست دارین برای گربه انتخاب کنین. هر رنگی که دوست دارین خیلی قشنگ رنگ کنین. خیلی مشتاقم ببینم که چه گربه ای رو کشیدین و چه رنگیه. پاها رو هم اینجوری رنگ میکنیم. خب بیاین دوم گربه رو هم در آخر رنگ کنیم. خوبه. همه یه دوم گربه رو رنگ کردم. خوبه، گربمون کامل شد. حالا اگه فقط یه گربه دارین حوصله‌تون سر نمیره؟ بچه ها دهن و بینیرم رنگ کنیم. گربه میخواست به دوتا دوستاش بادکنک هدیه بده بچه ها. یه بادکنک اینجوری به دوم گربه آویزون کنیم. دیدین چه قشنگ میشه نشون داد؟ میتونین طرح‌ها رو اینطوری بکشی. اینجوری. این برم یکی دیگه. خب حالا بادکنک‌ها رو طرح میزنیم روش. حالا رنگش میکنیم. میتونید آبی آسمونی کنید. هر رنگی که دوست دارید. من میخوام تو رنگای متفاوت رنگشون کنم بچه ها. هر طرحی که دوست دارین بزنین رو بادکنکاتون. رنگ قرمزم استفاده میکنم. همینطور رنگ نارنجی. وای بچه ها اگه این بادکنک های زیبا رو به بچه ها هدیه بدین عاشقشون میشن مگه نه؟ بچه ها میتونین بادکنک ها رو خیلی قشنگ رنگ کنین. خب اینم بنفش میزنم. اینم با زرد روشن اینجاشو میزنم. قشنگ میشه نه؟ خوب شد. خیلی خوب. همه یه بادکنک‌ها رو رنگ‌آمیزی کردم. به نظرتون گربه رو داخل چمن نشون بدیم بچه ها؟ بیاین اول زمینه رو بکشیم. خب این چیزیه که زمین رو نشون میده. خب زمین ما اینجاست. همونطور که درخت‌ها رو دفعه قبل بهتون نشون دادم از این خطای مهذب و برجسته برای نمایش برگا استفاده میکنم. اینجوری اینجوری. خب من که گربه رو که رو زمین داشت به این بالا
بازی می کرد و اینطوری رنگامیزی کردم. خب بیا این ابرا رو تو آسمون نشون بدیم. بعد با رنگ رنگامیزیش میکنم. آب و رنگ رو آماده کنید بچه ها. خب من قلم رو با آب و رنگ رنگ میکنم. بیاین اول چمن رو رنگ کنیم. اینجا رو. خب رنگ رو روی پالت بکشین و کنترلش کنید. اینجوری. خب چمن رو از اینجا رنگ کنیم بچه. خب رنگ بیشتری به کار ببریم. حتما کنترل کنیم. خب کنار رنگ سبز رنگ زرد هم به کار بردم. خوبه. چمنمون تموم شد. اینجا رو به جای رنگ سبز از یه رنگ دیگه ای برای رنگ آمیزی میخواییم استفاده کنیم. سبز رو نباید اونجا استفاده کنیم. پس قلمو اول تو آب قشنگ میزنم و تمیزش میکنم. اینجوری. به ته لیوان میزنم تا قشنگ تمیز بشه. حسابی شستمش. خب حالا با رنگ نارنجی و قرمز و قهوه‌ای میکسش میکنم چون میخوام زمین رو رنگ کنم. اینطوری زمین رو به صورت گسترده رنگ آمیزی کنیم بچه ها. خوبه این بار سعی میکنم از رنگ زیادی استفاده نکنم. یکم خشن نشده؟ همون رنگا رو با همون رنگامیزی دوباره امتحان میکنم. بستگی داره که چقدر آب استفاده میکنین. حس متفاوتی داره. آسمونو رنگ میزنم. خب همونطور که دیدین زرد و نارنجی رو با هم قاطی کردم و آسمونو رنگ کردم. اینجوری. آسمون رو رنگ‌آمیزی می‌کنیم. با قاطی کردن زرد و نارنجی یه زرد روشن درست کردم. خب میکسشو دیدین زرد و نارنجی با هم چه رنگی شد. خوبه بچه ها. خب آسمونمون هم تقریبا داره تموم میشه. سعی کنین نارنجی بیشتری به کار ببرین. بچه ها مداد شمی و مداد رنگی با هم قاطی نمیشن. پس شما میتونید با مداد شمی و مداد رنگی روی رنگ نقاشی کنید. بچه ها مراقب باشید موقع رنگ زدن چمنا رو رنگ نکنید. خب تموم شد. کلاس امروز چطور بود؟ با دنبال کردن خرگوش یه دوست جدید پیدا کردیم. گربه های خیلی زیادی توی خیابون های کره هست. رنگا و طرح‌های گربه خیلی متفاوته بچه ها. شما میتونید گربه ها رو تماشا کنین و روشون دقیق بشین و دقت کنین. یا میتونه خیلی زیبا باشه که خودتون رنگ و طرحش رو طراحی کنین. پس بیاین هفته دیگه دوباره همدیگر رو ببینیم و نقاشی کنیم. تا اون موقع
خدا حافظتون باشه بچه ها، خدا حافظ.